السلام علیکم بیننده های گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما منظوری شما میگردانیم. در استودیو با شما مدینه نظروه. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امومعلی رحمان برگزار گردید، جهت آمادگی سطح بلند ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص داده شد. در مجلس همچنین وسعت کارهای صحرایی، ادامه تدبیرهای سازندگی و استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. 28 مارس تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان نخست درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا نعمت الله حکمت الله زاده شنیده شد. تأکید گردید که مقصد تهیه کردن لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحریزی و اجرای نقشه و تدبیرها وابسته به حل مسئله های آمادگی ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 می باشد و برای هماهنگسازی کارها در این سمت ستاد جمهوریوی تأسیس داده می شود. پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان دستور دادند که برای در سطح خوبی تشکیلی گذراندن دوره تیرماه و زمستان از امروز آمادگی جدی بینند و جهت تطبیق نشان‌دهنده های قرار مذکور تدبیرهای عملی اندیشند. سپس درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان، درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان، درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه گزارش وزیر مالیه جمهوری فیض‌الدین قهارزاده. آید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین آب نوشاکی و رفع آبهای پرتو گزارش وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب عثمان علی عثمان زاده. آید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گرداننده شده گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسیم عالم زاده و درباره برنامه رشد صنعت سبک در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2022 گزارش وزیر صنعت و تکنولوژی های نو زرابیدین فیض الله زاده شنیده شد. در کار مجلس همچنین لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات و اضافه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگیداری بررسی کرده شد. لایحه های قانون های محکمه شده و خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان با لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره چراگاه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در انجام کاری مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امام‌علی رحمان و مسئولین برای اجرای سریوقتی دستور و سپارش ها وابسته به در سطح بلند تشکیلی گذراندن معرکه زمستان، ذخیره کافی مواد سوخت و آذوقه، آماده سازی اشاعات ساحه های اجتماعی و اقتصادی برای به مشکلات گذراندن موسم سرما، وسط کارهای صحرایی، تقویت تدبیرهای سازندگی با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سپارش های مشخص دادند. ادامه اخبار. پایتخت مملکت شهر دوشنبه آینه است که تاریخ، تمدن و فرهنگ عالم شمول ملت تاجیک را انعکاس می‌نماید. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت مملکت آزمون شهری گلها سیر گلی لاله گذرانیده می‌شود. هیئت کمیسیه آزمون شهری با کار خود آغاز کرده از باغ‌های فرهنگی، فراغتی و گلگشت و خیابان‌ها دیدن نمودند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش نورالدین قربان و خورشید عزیز.
زیباگی و جذابیت و رنگارنگی گل‌های لاله شکوفان باغ‌های استراحتی و فرهنگی پایتخت مملکت شهر دوشنبه دل میلیون‌ها نفر مهمانان و سیاحان خارجی را تسخیر کرده است. جهت در سطح بلند تشکیل و گذراندن آزمون شهری گل‌ها تحت عنوان سری گل لاله در پایتخت مملکت از جانب نهادهای دخلدار تدبیرهای مهم عملی کرده شده است. امروز در باغ‌های فرهنگی فراغتی گلگشت‌ها و کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه گل‌های لاله هر خیلی شنانیده شده است که این به حسن پایتخت زیباگی و جذابیت نوتکرار زم کرده است. طبق اطلاع عین زمان در شهر دوشنبه 17 باغ فرهنگی فراغتی عمل میکند که در راهروهای آنها گلهای هر رنگی لاله شنانیده شده است. در دور آزمون شهری گلها سیر گلی لاله غالبان دور نهایوی آزمون اشتراک کرده هیئت کمیسیا با مقصد معین کردن رفت اجرای نظامنامه و جهت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از باغهای فرهنگی و کوچه و خیابانهای پایتخت از نزدیک شناس شدند. آزمون مذکور از دو دور عبارت است، در شهر دوشنبه و دور یکمی آزمون که در ناحیه شهر برگزار گردید کوچه و خیابانها باغ گلگشتها و موازی های علایده را در بر می گرفت. طوری که معین گردید در آزمون نامینیسی های باغی بهترین، گلگشتی بهترین و کوچه خیابان های بهترین معین کرده شدند. باید ذکر نمود که هیئت کمیسیا نخست از باغ فرهنگ و فراغت به نام ابوالقاسم فردوسی کوچه سعدی شیرازی ناحیه فردوسی دیدن کردند. در این موضع های برای سیر و گشت ساکنان موافق گل های هرخیله لاله شنانیده شده است که امروز دل هزاران سیر کنندگان را مفتون ساختند. در اساس نظامنامه طرح زیبا و دیزاین جالب موضع گلزار و صفت کارهای اجرا شده در موضع های وابسته شده گلکاری به انابت گرفته می شود. گروهی کاری از باغ فرهنگی فراغتی به نام علیشهر نوایی، خیابان رودکی، کوچه احمد دانش ناحیه شاهمنصور پایتخت به رفت آمادگی مسئولان جهت اشتراک در آزمون شهری گلها سیر گل لاله دیدن کردند. گلهای لاله شکوفان گوناگون که با طرح و اسلوب خاص در باغ فرهنگی فراغتی و کوچه و خیابانهای نامبرده شنانیده شدند زیبا و نظرربایند. با دیدن منظره های غرق گل طبع کس بریده و ذوق زیبایی پرستی ساکنان بیدار میگردد. با تشکیل آزمون شهری گلها که سیر گل لاله نام دارد در پایتخت مملکت کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته به تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتنشناسی و بلند برداشتن فرهنگ شهرداری و شهرنشینی ساکنان تأثیر مثبت میگذارد. به دور آزمون شهری گلها سیر گل لاله باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان، باغ جوانان و باغ فرهنگی فراغتی به نام عمر خیام ناحیه سینا راه یافتند. در راهرو گلگشت های باغ های فرهنگی فراغتی مذکور گلهای لاله و دیگر گلهای موسمی شنانیده شده است که این شهادت فعالانه شرکت کردن در آزمون سری گل لاله را نشان می‌دهد. کارهای کبولیزورکنی، سبزگردانی و شنانیدن گلهای لاله و موسمی در باغهای فرهنگی فراغتی به نام ابو عبدالله رودکی، باغ میدان پرچم دولتی، نشان دولتی، باغ ایران، باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی و دیگر خیابان و گلگشت‌های حدود ناحیه اسماعیل سامانی نیز وسعت یافته این موضع‌های استراحتی و فراغتی تماشاباب گردانده شده‌اند. مقصد از برگزار کردن آزمون سیر گل لاله احیای عنعنه‌های نیاگون در سمت احترام به تمام زیبایی، آبادانی و خرمی محیط اطراف، بیدار نمودن محبت ساکنان شهر به گلپروری، حفظ میراث طبیعی و در این زمینه جلب سیاحان و رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان میباشد. عموما در 4 ناحیه شهر دوشنبه آمادگی‌ها برای گذراندن آزمون شهری گل‌ها سیر گل لاله در سطح ضروری به راه مانده شده، کارهای آبادانی، سبزگردانی، شنانیدن گل‌های لاله با طرح و اسلوب زمانوی آرا دادن موضع‌های استراحتی وسعت داده می‌شوند. نوردین قربان، خورشید عزیز، نیک قدمی نورعلی، دوشنبه اخبار. یکی از روح‌های پنشوی بیماری‌های ویروسی نارسایی مسمومیت آدم و گپاتیت‌ها استفاده تجهیزات طبی درست تمیز نشده می‌باشد. بنابر جوابگو نبودن به طلبات و معیارهای سانیتاری گیگینی در دو ماه سال 2019 طبق ماده 220 کدکس تندرستی جمهوری تاجیکستان فعالیت 23 حجره دندانپزشکی، 23 سرتراشخانه کشانه‌های حسنی ولایت سوخ تا برطرف کردن کمبودی‌ها قطع کرده شد. زلفیه رحیم‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئله زیادچوی نشاندادی گریفتاران بیماری های سیراتی مخصوصا ویروس نورسایی مسئولیت ادام و کپتیت ها در مملکت در سطح دولتی بررسی گردیده تحت نظارت جدی قرار گرفته است. یکی از روحای پنشوی این بیماری ها استفاده تجهیزات تیبی تمیز نشده می باشد و مقصد برطرف کردن کمبودی های جای داشته در مؤسسه های دندان پزشکی، سرتراشخانه و کشونه های حوز از جانب گروه کاری خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تمام شهر و ناحیه های مملکت مورد سنجش قرار داده شده استادند. چون این سنجش های نظارت و کارهای فهموندهدهی این نوبت در شهر و ناحیه های ولایت سغد گذرانیده شد. طور معلوم گردید در سطح ولایت 185 عدد مؤسسه دندانپزشکی، 343 عدد سرتراشخانه و 140 عدد کاشانه حوز به اهالی خدمت رسانی طبی و معیشی میرسانند. نتیجه سنجش ها معین نمود که در اکثر سرتراشخانه کاشانه های حوز حالت های سانیتاری و گیگینی رعایت کرده نمیشوند و خدمت رسانی های گوناگون به مانند به ترتیب درآوردن موی سر، آرایش موی، خالکوبی کردن در حالت های غیر سانیتاری به انجام رسانده میشود. همچنین معین گردید که در حجره های استوماتولوژی نیز هنگام تبوبت و کندن دندان تجهیزات نادرست تمیز شده استفاده میگردد. در درمانگاه دندانپزشکی صدف واقع در کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند کارمندان اوید به ترکیب محلول های بزرگردانی و طرز درست تمیزکنی تجهیزات که یک کرتا نیستند تماما معلومات ندارند. چه پنکویزه شما معین میکنید؟ پنکویزه کرام هست، علمینال هست. علمینال چه پنکویزه؟ چه علمینال حالا می نوخ دست چند فیزه ایک شما پنج فیزه تکمونده میکنید سنجش نشان داد که در این مؤسسه اسباب های یک کرتا نیز چند مراتبه استفاده می شوند و حتی اسباب های یک کرتا در دستگاه تمیزگردانی طریق فشاری بلندی بوغی یعنی افتاکلاف گذاشته شده اند که این عمل در ساحه تیب تماما ناممکن است. استریزه هنر زیر دیدیم استریزه سیلیز افتاکلاف اینه برای چی سیلیزاسی میکنم تو استریزه این برای نه برای پلاسما سیلیز هر بوره میکنم تو نه اما ادناسو ریوی نگردیدن حالات های سانیتاری و گیگینی در کاشانه های حسنی کلیاپاترا در شهر خوجند، کاشانه حسنی زیبا در شهر بوستان، سرتراشخانه کودکانه کرابلیک در شهر خوجند و در دیگر مؤسسه های خدمت رسانی معیشی بر علا مشاهده کرده شد. بعد گذراندن سنجش ها فعالیت اکثر این مؤسسه ها قطع کرده شدند. نسبت به فعالیت غیر قانونی بخش یک قطار مؤسسه های دندانپزشکی، سرتراشخانه و کاشانه های حسن پرونده کشیده شده با پراکوراتورای شهر و ناحیه ها روانه گردید. در سال 2019 23 عدد مؤسسه استوماتولوژی با سبب رعایت نکردن طلبات سانیتاری گیگینی موقتا از فعالیت بازداشته شده 41 نفر شخصان مسئول جریمه بندی گردیدند. فعالیت 23 عدد سرتراشخانه و کاشانه های حسن نیز قطع کرده شده 95 نفر شخصان مسئول در اساس پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری جریمه بندی گردیدند. طور مسئولین مقامات نظارتی بخصوص مرکزهای سانیتاری اپیدمیولوژی میگویند پشتیبانی مسئولان این مؤسسه ها برای پیشگیری کردن چنین کمبودی ها در شهر و ناحیه ها مانع ایجاد میکنند. در کردن مهم است که نقش حالت سانیتاری و گیگینی سرتراشخانه، کاشانه های حوز و مؤسسه های دندانپزشکی در پیشگیری کردن پهنشوی بیماری های سیراتی خیلی کلان است. از این رو مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه ها با کارمندان مرکز و ریاست های خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در شهر و ناحیه ها فعالیت داشته در همدستی باید فعالیت را جانب نمایند تا چنین حالت ها از بین برداشته شود و خطر پهنشوی بیماری های سیراتی کم گردد. در جمهوری قزاقستان در نتیجه سقوط چرخبال حربی 13 نفر به هلاکت رسید. بارشات و آبخیزی در پرو سبب خرابی های زیاد و مرگ ده ها نفر شد. شرح خبرها از خارجی مملکت. در ولایت قزلاردین جمهوری قزاقستان چرخبال حربی می8 وزارت مدافع این کشور به فلاکت دچار گردید. در پای حادثه 13 نفر به هلاکت رسید. چرخبال پس از سقوط آتش گرفته پوره خراب شده است. طبق اطلاع رسیده چرخبال می8 از شهر اکیتا جنوب شهر شمکند پرواز میکرد. در برای سبب های به صدمه دچار گردیدن چرخبال می8 وزارت مدافع جمهوری قزاقستان معلومات داده نشده است. چرخبال می8 میتواند تا 36 نفر را انتقال دهد. سبب های به فلاکت دچار گردیدن چرخبال می8 وزارت مدافع جمهوری قزاقستان را کمیسیای مخصوص معین میکند. در پرو بارشات سبب آبخیزی گردید. در نتیجه قریب 50 نفر هلاک شده، 13 هزار کس دیگر ضرر دیدند.
از آبخیزی شدید بیشتر منطقه ایکیتوس، اوانوکو و اوکساپامپا ضرر دید. در منطقه‌های مذکور صدها منزل استقامتی در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. کارمندان خدمات نجات‌دهی ساکنان زیر خطر آفات طبیعی قرار داشته را به جای‌های بی‌خوف می‌کوچانند. بارشات خط انتقال نیروی برق را کارنشایم کرده، ساکنان چند منطقه از استفاده برق محروم ماندند. همچنین صدها نفر ساکنان مجبور شدند که منزل‌های استقامتی‌شان را ترک نمایند. کارمندان خدمات داخل‌دار ساکنان را که در نتیجه بارشات و آبخیزی به سرپناه ماندند با قرارگاه‌های موقتی انتقال می‌دهند. در فرودگاه شهر ارلاندو شتات فلوریدا شتاتوی متحده آمریکا هواپیمای مسافربر بوئینگ 737 ماکس 8 از سبب سر زدن نقصان تکنیکی اوجیلان فرود آمد. هنگام حادثه در داخل طیاره مذکور مسافران قرار نداشتند. حکومتداران شتاتوی متحده آمریکا همه هواپیماهای مسافربر بوئینگ 737 ماکس را در شتات کالیفرنیا جمع نموده تا معاین کردن سبب‌های به فلاکت دچار شدن دو هواپیمای تمغه مذکور در اتیوپیا و اندونزیا که سبب مرگ صدها نفر شده بود، پرواز این نوع هواپیماها را منع می‌کنند. خواجگی تخمی پروری به نام ارگر سلطانوی ناحیه دوستی ولایت ختلان سال تا سال از حساب قطعه‌های زمینی بکر خوابیده میدان کشت را وسیع می‌نماید. این موسم خواجگیداران در دایره 7 گکتر گرمخانه موسمی و در 60 گکتر دیگر کشت پلیزی را به راه ماندند. همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. جهت رشد واقعی خواجگی های تخمی پرور و تا اندازه تامین کردن دهقانان با تخمی با اعتمادی به منطقه مطابق گشته، امسال در ولایت ختلان شمار آنها به 42 عدد رسانیده شد. در این روند میتوان از موفقیت های چند سال اخیر خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوی ناحیه دوستی نمونه را چند مثال آورد که امروز در این معره موقع مهم را پیدا کرده، اکثریت خواجگی های پختکار را با تخمی های اعلی صفت پنبه‌دانه تامین میسازند. خواجگی تخم پرور ما از سال 2006 این جانب ما خواجگی تخم پروریم. های تخمی های خوش صفت از بلایت سوخت امسال آوردگی هم دهقان، فلورا، فلش، تاجکستان آوردگی هم های با نوعی های گرد اطراف ما تامینات تخمی را کردیسیم. خواجگی دارای یکچند نمودی تخمی بباشد. زمین های خواجگی اصلا از قده هایی که سالیان زیاد به کار میخوابیدن و سگشته این زمان در دامان 700 گکتر قرار میگیرد که اساسش پنبه‌دانه میباشد. 400 گکتر پخته دارم، های برای فرما 80 گکتر بیده داریم، 100 گکتر گندم میکوریم. تا این روزا تنکسی هرچ ایبین رفت تکنیک های نو گرفتیم. با گذشت نه اونقدر فرصت در خواجگی دیگر شرایط های نیز رشد یافت. در یک قسم از زمین هایی که بعد گردش برقرار می شوند، کشت سبزیجات بر وقت براه مونده شده تکراری سه سال کنی در سه نوبت پیش بینی می شود. سال های اخیر خواجگیداران با بنیاد گرمخانه ها توجه مخصوص ظاهر کرده، میدان آن را مرحله به مرحله وسیع می نمایند. امروز در گرمخانه های خواجگی سبزیجات های گوناگون نشونمای خوب گرفته، با گفته دهقانان روزهای نزدیک محصولات خیش را پیشکش ساکنان مملکت خواهند کرد. در میدان 7 گکتر ما گرمخانه کردیم، بلغاری، پامیدور، بودرینگ، تربوز، همین سوزی کردیسیم. در رفعه نوروزی بین المللی روحبر خواجگی تخمی پروری به نام ارگر سلطانوی ناحیه دوستی از حساب درآمد خواجگی به این قسمت یک مقدار کمک مالیوی نیز رسانیده شد که اقدامی زل الهام از تشبس غمخورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت این قبیل مردم میباشد. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه دوستی. بینندگان گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه آباد و سربلند باشید.